من نمیدونم، من خجالت میکشم. بابا چطور روزی که میومم میان میگیرم خجالت نمیکشی بدی، حالا که میخوای بری بگیری خجالت میکشی؟ آخه آدم روش نمیشه رفیقش، چی بگم من آخه؟ عزیز من اینو مگه قرار نبوده که پولو برداری بیاره دو هفته ای بده؟ چرا؟ چند ماه ازش گذشته، الان یه سال هم بیشتر شده. خیلی خوب، من خجالت داری بری پولو بگه بیبریم والا من نمیدونم، من اصلا روم نمیشه. خیلی خوب، من که روم میشه. بابا ما بچه داریم، زندگی داریم، مگه میشه؟ من نمیدونم چی کار کنم، خودت یه فکری بکن. ببینیم روحیت چه جوریه. اوکی یواش یواش، تو رو خدا یواش، شنوند تو رو خدا دعوا باش. اوکی لبخند بزنیم، با لبخند پولو بگیریم. جانم سلام. سلام آقای سیدی جان، قربانت، قربون شما. شما خوبی؟ قربون شما برم. حالتون چطوره؟ بفرمایید خانم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید مزاحم شدید. ان شاءالله می‌بخشید سیدی، می‌بخشید ان شاءالله. قربون شما، خواهش سال شما مبارک. قربون شما، بفرمایید. بفرمایید. خب چه عجب جمالتون. از اینجا رد میشه، از این کتو یه سری هم به شما. خیلی وقتی شما رو نگیم، والا به خدا حالتون به به به. خواهش میدونم، بر بچه خوب هستم. قربون شما، همه سلام رسونن، مخصوصا برادر بزرگم. خوب هستم، خیلی قربون شما. کوچولو بزرگ شد. بله اگه نه قربون شما، دختر بزرگ هستم. وقت چش به هم میزنی بچه ها بزرگ میشن. واقعا واقعا شما که ماشاءالله بدنم به تخته، آب زیر پوست دفت هستم. اتفاقا والا این میوه مصنوعیه ولی خیلی قشنگ. من نه این انقدر اناره، میوه های اینجا انقدر توش از این هورمونا میذارن چبیه مصنوعی، ولی میوه بالاخره آره خیلی قشنگ. دست اگه چای باشه لطف کنی خیلی ممنون میشم. قربون شما، همه شما حاضر هر کاری دوست دارید. چای باشه، چای باشه خیلی بهتر. قربون شما، قربون شما، خواهش میکنم. چه مهدی که متقلبیه. چپ بزن صداتو میشه. آخه میگه میوه اینجا هورمون داره، من عصبانی میشه. حالا عصبانی نشه، میتونی کار دستمون بدی؟ این چیه که بخوریم؟ پوله رو بگیره بخوره. ندی بابا، باید با خرش کنیم ازش بگیره پولمونو. بابا آخه دیگه خودمون پول خودمون، آخه این چیه من بخورم آخه؟ بابا صدات کلا نیار، الان آبرسیتمون میره. میدونی دادتون بیرون ها، میدونی که آدم بی آبرویه. آره ولی من میدونم، ولی آخه موقعی که داشت میگرم اینطوری نبود. سجی جون چای حاضر نیست نمیخوای؟ بله خودتون زحمت ند. صد دفعه گفتم بی خودی معاشرت نکن، مگه تو حرف گوش میدی؟ خانم جون معاشرت اگه بنا باشه آدم با همه معاشرت نکنه که نمیشه که پسر خوبیه. میدونم پسر خوبیه، بعدش هم خوبه. آقا نمیخواد پول تو رو نمیخواد بده. این هر روز نمیخواد بده. بابا ماشاءالله هر روز عروسی داره میخونه. خب خدا بیشتر بهش بده. ولی من نمیفهمم، خب پول از عروسی میگیره بیار پول توی بد وقت بده آخه. صحبت چی بود؟ اونجا این سرم میخوادی بود داشت ور میداشت. نه اینو نمیخواد. بله اینو نمیخواد. ببخشید آقای سید، میکنم قربان. یه چایی بهتون بگم. این هم تونی من بگیرم دستم قربان. بله خواهش به خدا ببخشید. شرمنده. دستتون درد نکنه. یه چایی بهتون بدم بخورین اینو. دست شما درد نکنه. یعنی یه لنگشو ندیده باشین. این چایی یعنی اصلا رسیپیش فرق می‌کنه. سرجیک جون اصلا واقعا که من اسمی بهت بگم. آدم تو زندگی دوست خوب داشتن و یه نعمت. بله بی خودی نیست از در خونه آدم رد بشه زنگ نزنه، برای اینکه این رفاقت رو میرسونه، این انسانیت رو میرسونه. دلمو برمی کنش. ولی شماها بی خود در یک، یعنی چطوری بگم، این در ما یه در چند وقت در فکر میکنم یه چیزی باید ای با به مرگ خودم اگه اینطوری آقای سرژی ما شما رو تو تلویزیون میبینیم. قربان شما برم والا دلمون تنگ میشه اگه بدونی چقدر راجع به شما حرف میزنیم. والا به خدا الان داشتیم از پلا میومدیم بالا، اصلا میگفتیم که خونه آقای سرجی، خونه آقای سرجی همه خدا بیشتر بده. همه جو گفتم آقا چقدر خدا بیشتر بده. حالا از همه این چیزا گذشته جریان چیه؟ اردشی رو این زندگی رو اگه زندگی آدم رو وادار نکنه، آدم در خونه رفیقش نمیده. بله آقای سرجی، گایت میگفتن قدیما که یک نفر کار میکرد ده نفر میکرد، اما الان ده نفر کار کنن یه نفر هم نمیتونه بخوره. مشکل، مشکل واقع. زندگی واقعا اینجوری، یعنی همه باید بدوام، همه باید بدوام، همه باید هممون کار بکنیم. بل. آخرم هشتم به نهم، هشتم گره نهمونه. والا یه نفر میخوره کیف میکنیم. بل. اصلا ما نمیدونیم این چیه. خب حالا سرجی جون
ببخشینا. خواهش میکنم. ببخش من روم نمیشه والله به شما بگم چون شما رفیق خوب منی. آره والله. یادتونه که پارسال نزدیک عید بود. شما اومدی از ما 700 دلار پول گرفتی. من از شما؟ از حاجی. یادم نمیدم. یادته دم نونوایی بودیم داشتیم نون میگرفتیم شما من گفتی حاجی داری 500 دلار به ما بده منم 200 دلارم خودم میذارم روش من گفتم قابل نداره بابادش یادم اومد خانم تهران اینجا گرفتاری زیاده راست فراموش میکن راست میدم راست قربونت برم میدیدی گفتم میده سرچیک بابا ولی حاجی جان خانم تهرانی مثل اینکه شما هم یه کمی نواخر کم حواس شدین آه. چطور مگه؟ اگه خب بابا اون 700 دلار نبود و به قول خودتون 500 دلار بود خب درسته ولی شما گفتی 700 دلار آخه 500 به من دادین دیگه خب آره 500 دلار به اومدی خونه گفتی 500 دلار شهناز جون ما که نوزور خور نیستیم بذار اون 500 دلار 500 دلار ولی الان نقد ما بده خواهش کنم لازم داری میدم ولی حاجی جان این کم حواسی مثل اینکه مال شما زیادتر شد چطور شده؟ یادتونه که پارسال اومدین یه تئاتر گذاشته بودیم با هم دیگه این تئاتر گفتیم واسهش آگهی میخواین و تبلیغ من میدونستم خب دارین کار جدید میکنین واسهتون به اندازه 200 دلار تو تلویزیون هم آگهی گذاشتم یادتون نی؟ ما به شما ندادیم ما آگهی دادیم آقای شبخی آره خب منم دیدم دوستیم رفیقیم گفتم اینا بدون اینکه خودشون بخوان مشخصه بعد به کارشون رونق بدم واسهتون اون اندازه دو هفته آگهی گذاشتم خب لابد پیش آقای شبخی سفارش ما بله 200 دلار من خودم اونجا واسهتون آگهی گذاشتم 200 دلار برای واسه چی نمیدونم من گذاشتم دیگه واسهتون گذاشتی نداره خیلی پس 200 دلار اینجا خب 300 دلار بدیم ما پاشیم خدا بر مادرت بیام من میدم حرفی ندارم ولی یادتونه پارسال میخواستیم واسه اون تاتر اون یکی پارس سال عیدیه اومدی ون من رو قرض کردی یادتونه یا موقعی ماشین تو سوخته بود میخواستیم بریم فیلم بعد میخواستیم بریم آره گرگن آقا اینو تا آوردیم ماشین رو آوردیم گذاشتیم تو گاراژ یادیدم کلاج هرچی فشار میدم بیدم نمیره تو مال من که دنده ای نبود که اتوماتیک بود به خدا رو نمیدونم تو اون موقع چی شد این کلاج کار نمیکرد 150 دلار خرجش شد آقا جان اونجا ای بابا آخه شما چرا این آخه چرا بدون اجازه ما داد برای که ما میدادیم میگیم بد کرده ماشین کلاجش نه خراب بوده رفته داده سرژی جون نوکرت هم قربونه برم 150 دلار دیگه مونده 150 تش رفته 150 بده ما پاشه بریم خواهش بریم آخه یه خود رحم داشته باش مرد حسابی من به تو پول قرض دادم تو 100 دلار 100 دلار پدر ما رو در آوردی همش 150 دلار اونم میخوای ندی بده ما باجیم بریم 150 دلار مونده قربونت برم اونو بده ما شما زن و شوهر اصلا مثل اینکه هیچ حساب کتاب اصلا نمیدونید چی از چیه باز ما بده کاری بابا تو 5 دقیقه من 550 دلار کش بهتون پول دادم حالا مثلا 150 دلار صداتون رو انداختی رو سرتون دارین با رفیق فامیل چند سالتون دارین مشاجره و دعوا میکنین آخه به شما میشه گفت رفیق به شما میشه گفت فامیل به تو نگفتم نری بابا من به تو نگفتم همونجا رفتی یقشه بگی تو گولت میکنم پول منو بده آقا جان آقای سرژیک یعنی این رسم دنیا خانو درست داره میگه درست میگه برای 150 دلار که آدم با رفیقش دعوا نمیکنه پاشو برید یعنی ما یه چیزی هم بده کاری من نیست نه خب بابا میدم من که دادم میدم بابا جان خوش بریم ما چایی چایی رو نخوردیم حالا میمونیم چایی دوم چایی دوم آقای سجیک بازم کارمایی داشتی دنبال ما بیا بفرمایید خیلی ممنون خوش آمدین خیلی ممنون آقای سرژی بازم تشویق خیلی ممنون ببخشید مزاحم شدم ببخشید خیلی مزاحم شدم ببخشید مچوجی خدا صد دفعه با یارو دعوا نکن سرت کنم صد دفعه گفتم پول به مردم قرض نده نمیتونی پس بعد دفعه میتونم پس گفتم تو کردی خراب کردی من خراب کردم پس چی؟ دو ماه پیش کی رفته داده پول داده به این تو ها؟ تو